Ben ileri proğabeyim. Ben de mekunade. Örgün badışı mezini hemen çiz daha kal. در این تالار دلبر ملیوه مشق و تمرین میکند. او به نمود ورزش سم و مشغول است. نو باز از مشکلی ها و مانع های در پیش بوده این رشته را انتخاب کرد و امروز موفق است. استاد ورزش بین الملل مربی شایسته جمهوری تاجیکستان جایزدار سکرت چمپیون جهان اوید به سم می باشد. از 12 سالگی تا به امروز نمود ورزش سم را از خود کرده و رواج و رونق می دهد. شاگردان زیاد دارد. اینجا خانه خاکسارانی اویلی ملیوه است. صبح دلبر به مشق بگوی روزی آغاز می شود. سپس دختر با والدین پیرانسولش کمک می کند. محمد علی پدر دلبر ملیوه 85 ساله است و می گوید تنها پس از گرفتن مدال طلا به دخترش اجازه داد که مشق را ادامه دهد. تا این فرصت انتخاب دخترش را چندان خوش نمی کرد. از این پس دلبرخان با دوی نیک پدر و با دل پر فعالیت دوست داشتش را ادامه می دهد. پدر دلبرخان می گوید که از موفقیت دخترش خرسند است. در سیمای او شخص جسور و توانا را می بیند. پدر یادآور می شود که در جوانی چند مرتبه کوشی من نمودن شغل دخترش رو کرده بود اما به نتیجه پدر مشاهده میکرد که طرف مهری ورزش در دل دلبر جا میشود امروز مونی ها پس سر شدند و دلبر خون هم خرسند است و فخر میکند که بانوی ورزشگر است مادرش هم روز نیمت کن میکرد بسیار ما نمیماندم با هم میشم من گرفتن یه برفت این زمان دلبر ملیوه بیش از 50 نفر شاگرد دارد و هم روزه بانها تمرین می نماید مهنت او ثمری خوب داده ایستاده است 7 نفر شاگردانش علاقه استاد ورزش جمهوری تاجیکستان گردیدند از کسب انتخاب کردهش پشیمان نیست زیرا محض از این حساب آن امروز نون حلال به دست آورده تامین کننده اویله می باشد امروز فرزندان نیز پیش این مادر را انتخاب نمودند و در ساحه ورزش به کمال رسیدند هر دوشانم خدمت تمام کردند سیسکو خدمت کردند هر دوشان و هایم نامشته گوشتی و مشکدگی پسری کمانی مستر سپورت دویمش کندیدن مستر سپورت در جامعه امروزی ما دختران به ورزش توجه دارند اما این کافی نیست میگوید قهرمان نیما خصوصا از نمودهای ورزشی وزنین آنها در هراسند برای این شاید قالب های شخص شده هم سبب گردیده باشد گفت وای چون که هنوز هم در اندیشه مردم گویا ورزشی وزنین تنها خاص مردان است جای دارد مشکلات دیگری ورزش و دختران این تا آخر نبردن و به هدف نرسیدن آنهاست زیرا والدین بیشتر مانعی ایجاد میکنند آنها تا رسیدن به سن 18 سالگی مشق و تمرین دخترشان را دستگیری میکنند اما بعدا فکر اولادار نمودن به میان میآید که این حالت دختران را از ورزش دور کردنش ممکن حالدانها به آن نظرند که گویا ورزشکار بودن دختر به حیات اولوی وی تاثیر منفی میگذارد اما قهرمان گزارش ما این قالب شخص شده را شکست دلبر خان اثبات کرد که هم ورزش و هم اولادوری را در یک سطح میگذارد و پیش میبرد اولادار شد صاحب دو فرزند هم گردید تا حال در ورزش است وی توانست نشان دهد که ورزش سمبو نه تنها برای مردان همچنین برای زنها نیز خاص است دلبر ملیوه ضمن صحبت همیشه از استادانش به نیکی یاد میکرد زیرا محض آنها بودند که او یکی از موفق ترین زنی ورزشکار به کمال رسید تشکیم به مسابقه چمپیونات میر سرید بین ستاره ها میگذره در آنجا جای اشغال کرده با هم 2007 استادی ورزش بین المللی وجه سراز کشتم دیگه چمپیونات جهان به من سه بار رفتیم کره و شدگی بود سن توشکان بو شدگی بود سن ژاپنی بود هم داوت شدگی بود خیلی جای سیم شدگی بود پیش استادم به و یو خدا رحمت گذشتن عبدالقادر قاورف عبدالقادر تریننگی که من امین خوردی مشدارانم تا همین وی برودن تا همین مسابقه زبینیسا رستموا مفزونا چوریوا مطلوبا کریموا میشگونه سمدوا و دیگران از عمر زنان ورزشکارند که در ساحه ورزش و هم در اولادوری نمونه هستند امروز خود تربیتگرند و ده ها دختران را در رشته ورزش به کمال میرسانند زبینیسا رستموا اولین زنی تاجیک که چمپیون کی مطلق جهان گردید او توانست زنی تاجیک را در سطح جهانی معرفی کند تا حال به ورزش علاقمند است و طرز حیات سالم را پیش میبرد مکتب کمانوری زبینیسا رستموا از سال 2015 این جانب فعال است و زیاده از 70 نفر شاگردی ورزشکار دارد اینجا استاد ورزش به نسل جوانی ورزشکاران از جمله دختران آید کمانوری تعلیم میدهد او میگوید که نسبت به سالهای گذشته در بین دختران صف دوستداران ورزش زیاد شده است ولی تا حال هستند والدینی که نمیخواهند دخترشان به ورزش مشغول شود خصوصا به نمود ورزش وزمین هیچکس باوری نداشت که دختری 20 ساله چمپیون جهان میگردد این از کوشش و غیرت هر نفر وابسته است تاکید کرد زبینیسا رستموا دخترانی که با ورزش مشق میکنند اساسا آنها در شهر هستند بنابر همین آنها دیگر ها بعد برای چی بعد با فکرم یکی از پریوریتیت اساسی در مو این بعد از سنف 10 11 تمام کردن سنف 11
اویلادور شدن است برای همین گمان میکنم ولیکن اون اومویتی که هستن دخترانی زیاده ما داریم چونکه امروز میدونیم که 70% اهالی ما این جوانان هست و گمان میکنم که رشد همین تربیه جسمانی و نمودهای ورزشی در دیه ها بسیار سست است بنابر همین مثلا در جبار رسولوف میدونیم که والیبال بسیار ترقی یافته است پیش رفته است و در سپیدامین بسیار دخترو جلب میشوند و بعد از اون اگر بینید در دانشگاه هم درس تربیه جسمانی همگی یک ساعت است که این و هرچند که حاضر قانونی نو تربیه جسمانی و ورزش تصدیق شده است و اون فعالیت میکند در دانشگاه ها در مکتب های میانه باید که کلوب های ورزشی تاسیس یافته شود گمان میکنم که اگر همین کلوب ها تاسیس داده شوند صف دختران بانوان زیاد میشود بعد از 18 سالگی البته چخیگم اگر دختر سفری زیاد داشته باشد به مسابقه یا وای چخیلی که در دیگر خیلی نظر میکنند به این دختر نوابسته از زیاد شدنی شماره بانوان در ورزش هنوز هم نگاه ساکنان به زنان ورزشگر گوناگون است زنها دختر نگاه ورزش فرق نداره بین مرد و زن ورزشگر باید همه وقت ورزشگر باشه این نمود ورزش برای زنهای خصوصا تاجیکستان کمی اول بیگانه است چون که برای دخترای شهر برای زن شهر حالا بویس قبول نیست حالا منتالیتی مردم با این حالی سازگار نیست و فکر ما Я очень верю в равенство женщин и мужчин. И спорт – это самое отражение, где женщины могут себя показать. Потому что в многих сферах женщины не могут себя показать, как они и есть. Хочу худашу нас, но еще гуфтаны метоны, Маркасру. Тирки итилу комитет корбо джавонон варши велету сот, сиода с 2000 нафар, бонувон, дар барабари мардон, дар толорхи варзичи, машху тамри мекунан. Айни замон, сиода с 100 нафар айсоби занон, устоди варзич гардидан, آنها برای رشد ورزش در کشور سهم خود را میگذارند. نورسون و جوانان خاصا دختران به ورزش بسیارتر جلب شده ایستادند و سال از سال صف دختران و بانوان زیاد کرده است. اساسا از روی نمودهای دستوی یعنی فوتبال، والیبال، بسکتبال، گیمناستیکی بدی، ورزشی سبوک، کاراته دو، تایکواندو، وتف، تنیسی روی میز، تنیس، بادمینتون و دیگر نمودهای ورزش امروز جلب شده است. حالا در ویلایت سوخت زیاد از 20000 ورزشکار مشق و تمرین میکنند که از اون زیاد از 17000 مردان و 2386 نفر دختران میباشند. در همین دوره در مسابقات بین‌المللی از حساب مردان 35 نفر و از حساب بانوان 106 نفر اشتراک نمودند. در این مسابقات بین‌المللی سزاوار 59 طلا 59 نقره و 91 گردیدند. گزارش نصیب جان ابویف، نعیم جان ایوبوف، نسیم رحیموف برای برنامه ایتلافی خبر.